بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله والحمد لله، الله يا الله، سبحان الله، الله ولا اله الا الله، الله يا الله، والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین الى يوم الدين کتاب شریف کافی قسمت 416 که در جلد دوم هستیم باب و شرائع احکام خدا راههایی که خداوند تبارک و تعالی برای سعادت بشر جعل فرموده و مردم رو به اون امر کرده بر چه اساس و به چه کیفیتی است حدیث اول عن ابی عبدالله علیه السلام قال حدیث اول از امام صادق علیه السلام که فرمودن ان الله تبارک و تعالی اعطا محمدا صلی الله علیه و آله شرائع نوح وَإِبْرَاهِيمَ وموسى وعيسى عليهم السلام التوحيد والاخلاص وَخَلْعَ الْأَنْدَادِ على الحنفية و الحنفيه وَالْفِطْرَةَ الحنيفيه السمحه ولا رهبانيه ولا سياحه خداوند تبارك وتعالى ب حضرت محمد صلی الله علیه و آله اعطا فرمود شرایع نوح و ابراهیم و موسی و عیسی علیه السلام را که چی هست التوحید خداشناسی و یگان پرستی و الاخلاص و اینکه خدا را از همه چیز جدا کنند و شبیه مخلوقات و دارای اجزا و زمان و مکان و شکل و صورت ندانند و عملشون برای خدای تبارک و تعالی باشه نه برای هوای نفس و رضای تواقیت و خلع انداد و هر کس در هر جا شبیه نظیری مثلی مانندی برای خدا تصور کرده یا خودشون تصور کردن همه را از خدایی بیندازند و به بطلان اونا معتقد باشن نه به خدای اونها و الفطرت الحنیفیت سمحه و اساس حق پرستی و میل به حق را که بسیار سهل و آسان است برای انسان ها خدا جعل فرمود و یک چیز سخت و دشواری نیست که مثلا اگر خدا به مردم تکلیف میکرد که باید ظلم را خوب بدانید عدل را بد بدانید به پدر و مادر باید بی احترامی کنید فرزند و همسر و زندگی و خوبی ها را دوست نداشته باشید اینها چیزهای بسیار سخت و ناگواری بود باید خدا را نپرستید عقلتون اگر گواهی داد که خدایی هست ضد عقلتون رفتار کنید باید تابع افراد غیر معصوم باشید و اگه اینها رو خدا میگفت اینها چیه؟ حنیفیت و سمحه نبود اینا چیزهایی بود که خیلی برای انسان سخت بود که بخواد این عباطیل را به عنوان حق قبول کنه لذا خدای تبارک و تعالی خوبی ها را امر کرده و بدی ها را نهی فرموده ولا رهبانیت و در شرایع انبیا و در اسلام از مسئولیت و از جامعه گریختن جایز نیست قارنشینی و به تنهایی روی و از امر معروف و نهی از منکر و احسان مؤمنین و ترویج راه حق و ابطال باطل نباید کنار گرفت اینها وظایفی است که انسان عقلا و شرعا داره و موجب کمال انسان میشه و لا سیاحه و این که انسان به باطل و بیهوده و لعق و وقت خود رو بگذرونه یا دنبال معاصی خدا به شر و غرب عالم بره و این طرف و اون طرف که میخواد چیه هوای نفسش رو اقناع کند در معاصی و ترک تکالیف الهی این گونه نباید باشه اینا در اسلام وجود نداره و در شرایع انبیا نبوده احل فی حد طیبات خدا طیبات و چیزهای پاک را در این شریعت ها حلال فرموده و حرم فی حل خبائث و خبائث و کسافات آلودگی ها نجاسات چیزهایی که طبع انسان از اونا متنفره حالا چه تشخیص بدهد مانند مثلا فضله حیوانات یا مثلا چیزهایی که حالا خودش نمیفهمه ولی اونها خباعثی هست و مذراتی برای انسان داره مانند مثلا گوشت خوب که شاید بشر به خودی خود نفهمه ضررها و خبس و پلیدی اونها رو اینها را خدا حرام فرمود و وضع انهم اسرهم و خدای تبارک و تعالی سختی و سنگینی و دشواری را و گناهان و معاصی و عقوبت ها را از عهده اینها برداشته و الاغلال التی كانت علیهم و اون چیزهایی که بند بود بر آرامش اینها بر سعادت عقلی و سعادت و خوشبختی دنیا و آخرتشان خدا اینها رو همه رو از اینها برداشته و در راه عدل و حق و مناسب با طبیعت عقلانی انسان او را به راه انداخته و اگر هم گناه و معصیتی انجام بده باید عقوبت بشه که دست از اون کارها برداره نه اینکه که همین جوری خدا بدون هیچ دلیل و بدون هیچ مقدمه بیاد کسی رو بهش ظلم کنه ستم کنه و عقوبت انجام بده براشون ثم افترض علیه الصلات خب این اساس کار بود که به طور کلی شرایع و احکام خدا و راههایی که برای بشر تعیین کرده چنین بود اما در جهت موضوعات خاصش ثم افترض علیه الصلات بعد خدا بر او نماز را واجب کرد و زکات و سیام که هر کدام چقدر سازندگی داره و منافع داره که انسان هر روز چندین بار بیاد و خودشو در درگاه خدا تبارک و تعالی ارزه بداره و معارف و حقایق رو یک بار برای خودش تکرار کنه و از آلودگی ها و نجاسات دور بشه خودشو تطهیر کنه و هر لحظه بدونه که در پیشگاه و یک خدایی داره زندگی می کند که عاقبت او را معاخذه خواهد کرد و بدی هایی رو که انجام داده اقابش خواهد کرد و آن همه منافعی برای نماز که خودش چندین کتاب لازم داره و زکات را که سبب نمو و رشد اموال انسانها این است که به همدیگه برسند و اون مقداری رو که خدای تبارک و تعالی واجب کرده به فقرا به مستمندان به کسانی که در راه در زمین گیرن نمیتونن زندگیشون رو بچرخونن به اینها باید داده بشه و انسان مانند حیوانات بدون احساس و بدون مسئولیت و بدون ترحم نباشند و وظایف مالیشون رو هم نسبت به همدیگه انجام بدن نه اینکه فقط بگیم مثل حیوانها نباشند که حیوانها هم میبینیم اینجوری هستند که نسبت به همدیگه ترحم دارند، انسانی که زکات نمیدهد و به فکر هم نوع خودش نیست این از حیوان هم پستر می شود ای حال انسان باید این مواردی را که پر از منافع هست و بر ضد ضرر هاست خدا براش قرار داده انجام بده و الحج و اینکه مردم قصد کنند که حتما برن به خانه خدا و زیارت کنن و اونجایی را که مقدس است محل تولد یا دفن بسیاری و زندگانی بسیاری از انبیا بوده برن اینها رو ببینن و تاریخ شریعت و دین براشون احیا بشه و از همه مهمتر به حج که آمدن خدمت ولی خدا و حجت معصوم خدا برسند نه اینکه حجت خدا رو کنار بزنن و حجشون حجی باشه که بدون اعتقاد به ولایت و بدون التزام به اطاعت حجت خدا باشه و الامر بالمعروف و انسان ها باید همه در پی به انجام رساندن و امر کردن به کارهای نیکو و پسندیده باشند و نه عن المنکر و منکرات زشتی ها ظلم ها قبائح را نهی کنند از میان بردارند مبارزه کنند مخالفت کنند در پرتو هدایت امام معصوم و الحلال و الحرام و حلال و حرام رو خدا برای اینها قرار داد که راهشون رو دقیقا پیدا کند و به فکر ناقص و توهمات و تخیلات باطل خود دنبال جعل خوبی و بدی نه برای خودشون نباشند و المواریث و ارث را خدای تبارک و تعالی و طبق حکمت بالغه خود تقسیم فرموده حدود و الحدود و اینکه گناهان و طاعات معاصی و اطاعت خدای تبارک و تعالی چه حد و حدودی داره چه تنبیهاتی برای, برای, برای اینها و چه تشویقاتی برای اونها قرار داشته چه تنبیهاتی برای اینها و چه تشویقاتی برای اونها قرار داده شده ول و الفرائز و همچنین عرض شد که تقسیم عادلانه و حکیمانه ارث و آنچه که خدای تبارک و تعالی تعیین فرموده و الجهاد فی سبیل الله و مردم باید چه در راه خدای تبارک و تعالی بکوشند و موانع و صد راه اطاعت و حاکمیت عدالت و خدا رو بردارند و راه را برای اطاعت خدا باد کنند و مانعان حق و ادارت رو از میان بردارند یا اونها را به راه راست بکشانند و زاده الوضوع و فضله به فاتحه الكتاب و به خواتیم سوره بقره و مفصل و زائد بر اینها خدای تبارک و تعالی برای پیامبر ما وضوع را هم و قوس را هم و پاکی و پاکیزگی و طهارت های خاص را هم به نحو خاصش جعل فرمود و فضیلت داد او را به این که فاتحة الكتاب را به ایشان عنایت فرمود که سراسر معارف و حقایق و اساس کار و حرکت انسان است از توحید تا امامت و نبوت و معاد و همه اینها رو در او قرار داده و به و به خواتیم صورت البقره و به خاتمه های و اواخر سوره بقره که خود سوره بقره و چندین سوره دیگه و مفصل و سوره هایی که بینشون فاصله نزدیک شده است با بسم الله الرحمن الرحیم که سوره های کوچکتری هستند و احل له المغنم و الفیع و برای ایشان حلال فرمود غنیبت ها و بهره هایی رو که در جنگ ها در طبیعت در زحمت هایی که میکشن از معادن از جاهای دیگه به دست می آورند و و آنچه را که اموالی بوده است که خدای تبارک و تعالی مطلقا برای پیامبر و اهل بیت قرار داده و بعدا به دست عده رسیده حالا از طریق حلال یا حرام و دو مرتبه بر میگردد اینها را مختص پیامبر قرار داد که تفصیلش را قبلا عرض کردیم که اینها چه مواردی هست و چگونه هست و نشره و به رعب و آن حضرت را یاری فرمود با اون ترسی که در دل دشمنان و مخالفان با عدالت و حاکمیت خدا قرار داد که آنها خودشون در دلهاشون پر از ترس و هراس و بیم بود و به جنگ هم که حتی می آمدند با رعب و ترس بود و به زودی شکست می خوردند و فرار می کردند و جعل له الارض مسجدا و طهورا و زائد بر این خدای تبارک و تعالی زمین را برای آن حضرت محل سجده قرار داد که باید در نماز پیشانی را بر زمین و چیزهایی که در شریعت بیان شده بگذارند که از زمین باشه نه اینکه بر فرش و بر نمیدونم پلاستیک و بر چیزهایی که مثلا غذا و نمیدونم آب و این حرف ها برای خودشون درست کرده باشن و تهو را و همچنین زمین را چه آبی که از زمین میجوشه و چه خاکی که در زمین موجب تهارت از پلیدی ها و موجب تهارت معنوی و تیمم و اینها می شود خدا اینها رو برای پیامبر ما قرار داد و ارسله کافتن الى الابجز و الاسود و جن و و ایشان را برای همه سیاه و سفید و سفید و سیاه و جن و انس و همه انسان ها و جن مبعوث فرمود و حجت و پیامبر بر همه اینها قرار داد و اعطاه الجزیت و اسر المشرکین و فداهم یا فداهم و جزیه را که باید کسانی که از مثلا منافع حاکمیت اسلام و مسلمین بهره میبرند و اما مثلا به جهاد نمیروند یا خیلی کارهای دیگه که تکلیف مسلمانات رو انجام نمیدن باید اون حق را بپردازن و مشرکینی که به اسارت ایشان در آیند و دنبال بت و بت پرستی بودند و دنبال ظلم و دنبال بی عدالتی و زدیت با حاکمیت خدا و انتوارک و تعالی بودند اسیرهای اینها برای پیامبر حلال هستند و همچنین فدیه ای که میدن مثلا میان برای آزاد شدن اسیرانشان از اموالی رو اعطا میکنن اینها رو هم خدا برای پیامبرش عطا فرموده ثم کل فما لم یکلف احد من الانبیا یا ثم کلف ما لم یکلف احد من الانبیا <سؤال> یا ما لم یکلف احد من الانبیا بعد خدای تبارک و تعالی ایشان را تکلیف فرمود به تکالیفی که هیچ از انبیا را به آن تکلیف نکرده یا اونها مثلا مردم را به آن تکلیف نکردند یک اختصاصاتی بوده است مثلا از جمله نماز شب که حتی در خود اسلام هم میگن بر پیامبر واجب بوده است و بر بقیه امت وجوبی نداره و انزل علیه سیفا من السماء یا انزل علیه سیف من السماء فی غیر غمد و قیل له قاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسک و به ایشان فرمان داده شد از جانب خدای تبارک و تعالی که در راه خدا جهاد کن و مقاتله کن و جز نفس خودت تکلیف نمی شود که اگر همه مردم پیامبر رو تنها بگذارند خود پیامبر و نفس نفیس ایشان امیر علیه السلامند که برای اقامه حق و برای احیاء دین خدای تبارک و تعالی قیام می کنند و به دیگران کاری ندارند و اگر دیگران کوتاهی کردند خودشون معصیت کارند و به اینها ربطی نداره و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین اللهم صل محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد